عجب آدمی. آقا نفر اول سمت چپ رو فالو کنید. خدا شاهده، خدا وکیلی 100 تومن میدم هر کی مودریتور بشه. ببین دختره استانبول دستا بالا. شما میخواین مودریتور کنین بیارم بالا من؟ مگه تو مودریتور نیستی؟ نه دیگه، این تیک سبز شما داری من ندارم دیگه. آره دیگه، چیز من داد. بابا سلطانی، سلطان تو سبز نباشی. مرسی، اوکی شد. پس من چی؟ ببین نبندی رومو آنی تا انبازی در نیاری. نه بابا، من تو رو به تو اطمینان میکنم. من نفر اول بودم، من اولین آخرین بودم. بچه دستاتون رو بیاریم بالا. من ببین پسر مثل نیاری. نه بابا. هلو آنیتا، من روز 3 ساعت برای توضیح دادم چجوری روم بزنی، بازم میپرسی؟ بابا من گاوم، چرا متوجه نیستی؟ وای خدای من، ناموسم من یه چی رو فقط میفهمم، اونم شعر و آهنگه. منو مادر کن بچه رو بیارم بالا. بابا مودراتور نکنم مستر تستر بازی در بیاری. دو تا خودم همه رو میارم بالا. مستر تستر عالی بود. وای بابا مگه تو کار کرده بسته رومت و حتما. آره بابا اومد، نمیدونم من حالا نمیفهمم چی شد، یک بساتی آتیش انداختن تو روم، آتیشمون زدن. مستر قربونت برم اسم. امین جون سلام. سلام امین جون، مگه نگفتیم یه چه روم ما هست؟ چرا نیومدی عزیزم؟ من کوسچر زیاد میگم. ایم نداره بچه ما تو کوسچر هم بگیم خوششون میگم. امیر اون سری من تو رومت بودم تا حرف زدم، یکی از بچه های مدریت و البته کیمیا نبوده شما منو مووم کردن. خاک بر سر اون مدریتور کنم. دیدی یارو خاله ماله هر کی از طرف اون میگیره. من یه ذره بالا با حرف زدم خیلی خوبه. مرسی مرسی کیمیا جون، عشق. قربونت برم، کاری نکردم. بچه های کیمیا دختر رو هم رفته یا در مجموع سالتان شما عشق منی، شما هم من تعریف کنید، یه چیزی نمیخوام. رفیق فابریک منه، عرضم حضورتون که اوه 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 نگم براتون. شما یه دونه این سالتان. چقدر هم خوشگلی کی میاد عزیزم. خوشگل، سفت، مشتی، نیشدار، با معرفت. امیر من چی؟ حسودی نکنید یه ذره. آقا دیگه حرم سرا شد دیگه، از همه باید تعریف. ناموسن ناموسن هر کی به اندازه کیمیا زحمت بکشه ما هم اینقدر پرچمشو میبریم بالا. این کیمیا خیلی زحمت کشه. کیمیا چی کار میکنی؟ بگو ما هم بکنیم. من واقعا امیر از سر دل دوستم، هر کاری میکنم فقط به خاطر امیر خوده. ای به خدا من آهنگاشو از خودش بیشتر حفظم. نه من فکر میکنم تا پسر خاله من خوشت میاد. چی میاد؟ از کی؟ پسر خالم. پسر خالتون کیه؟ کوسچر میگم، میگه کار ما بکریم برای یزدان این کارا رو میکنی. سلطان شما خودتون میدونی من چرا شما رو دوست دارم. من اصلا نمیدونم اصلا حرف. چرا نمیدونی؟ من این همه دارم تلاش میکنم. امکان نداره تو میخوای منو بکنی، من میدونم. سلطان تو کیمیا، تو منو یه وسیله میبینی، تو منو یه کیر مصنوعی میبینی، من میدونم. هرچی چیگه همی تو وزیری قرار بود بیاد تیفت اومد یا نایمد؟ نه بابا نه بابا، اینا فقط از تو کلاب هاست، ناموسن هیچکی تا حالا نیومده. علی سلطان اون روز یکی میخواست بیا خودتون نمیدونم فلان کن بیسار کن، من اومدم، من دم درم، من آدرس بده، لوکیشن بده. بابا خالی میبندم. اون روز دو فرده چی که خوشم میکشت.
به ابرفصل که خالی میبندن مثل سگ. خب به خاطر اینکه هر کی که امیر باهاش حرف میزنه بچه‌ها سر 10 دقیقه طرف فقط انقدر فالوورش زیاد میشه، حالا چرت و پرت هم بگه فرقی نمیکنه، حالا شخص میشه واسم به یه چیزی برسه دیگه. به ناموس حمید، به ناموس حمید، به مرتضی حمید داداش مرتضی علی، یه دونه آدم از تو کلاب هاوس تا حالا به من تکسم نداده حتی. امیر اون روز یکی از بچه کلاب هاوس میخواست بیاد که آماده هم شد میخواست بیاد ولی شما جوابشون رو ندیدیم. من با هم قرار بود بیام. اصلا من همچین پسری هم که جواب ندم. میگه من میگه من آخه اوکی کردم آماده شدیم بیایم، یهو به اون گفتن نیاییم. اصلا همچین چیزی امکان یزنا دقیقا بله. با یزدان هم هماهنگ کرد. خب بیا الان یزدان اینجا حاضر آماده. آقا یزدان من اون روز بهتون نگفتم به شب پیش که اینجا 5 نفر مهمون بود اومدم. آها خب 5 نفر مهمون بوده دیگه. آخه من نمیدونستم قبلش، من گفته بودم که اوکی و اینو، یعنی عزیزم من اوکی شده بود. من سعی میکنم شما رو وقتی دعوت بکنم که اینجا مهمون زیاد نباشه که بتونم قشنگ به احترام بذارم به خودت و دوستات. به خاطر این آره به خاطر این وقتی که شلوغ میشه من نمیتونم هندل کنم، سعی میکنم اونایی که دوستشون دارم رو دعوت نکنم که یه وقت بهشون بی احترامی نشه. چون یارو غریبه باشه میشینه حالا یه گوشه از دورم ما رو میبینه باید از خداش هم باشه، ولی دوستمون باشه باید بهش احترام بذاریم دیگه. میدونی چی میگم؟ بله سلطان. آره اینه که اینا رو رو حساب اون بذار که ما خودت رو دوست داریم. شلوغه مرسی عشق من شما. ولی تو اون نیو فیس رو از دست نده که، تو بذار در یه روز. نه اوکیه آخه میدونی اون شبم برگست گفتش یه من دیگه پس نمیرم چون اوکی نشد قسمت نیست و فلان و اینا. خب بعد من هم گفتم که حالا یه روز دیگه میگیم. گفت من این همه دوستای دیگه هم رو پیچوندم امروز اومدم یه سری جاها خواستم برم نرفتم نشد و اینا. خب اون ناراحت شده بود. بگو آقا این ناراحت شد که چی بلش رو یکی بیار که ناشو برداره راحت بشه. امیران یه سوال بفرمایید. هر کی بیاد اکسپت اونجا، یعنی فرقی نمیکنه بچه ها کیون میارن دیگه. بچه ها خودشون ماشاءالله این کارن دیگه، میدونن که کیون میارن. بله این کیمیا خانم میگم که دختر رو هم رفته یه قشنگ آدم شناس، هر کسی رو نمیاره که، دوستاش که خیلی با ادبن و با حتی کیمیا هم داره حقا رو عد میکنه. دمتون بالات. بله درست میگه سلطان، 100% هر کسی رو نمیاره. خانم با من کانکت هست، 1000 تا صافی رد میشه هم مهمون. بابا این خود کیمیا خیلی بچه ولد زناییه با یک نگاه. داداش منظورم اینه که خیلی باهوشی. من ادبیاتم مشکل. اونی که میگفتن خوشگله دختره گفت چرا خوشگلی کدومشونه؟ خوشگل زیاد پیدا میشه تو دنیا اما یکیش خوشگل من نمیشه. سفرهای علمی دستتون رو بچه بیاریم بالا. ای بچه ها این سپیده آوردن بالا. سپیده چقدر قیافش آشناه. وای بسما چه خبر؟ سلام آقا. های باورم نمیشه من الان اینجا حالا. شاعر میگه باورم نمیشه تو سخترم چاق شده لاغرم نمیشه. وای سلام مرسی خیلی مرسی. بچه ها عجب یه دونه پسرم نیست دیگه. گفتی بابا پسر نگیریم دیگه. نگفتی پسر دارم شما گفتی پسر نگیرید دیگه. منو این همه من همه دوستای استانبولم رو اینوایت کردم الان دونه دونه میان ولی هم بیارشون بالا لطفا. مرسی که منو آوردی همشون رسند کردم. بچه ها اینجا پاتختی همی سنده همه فرق هلو سلطان کیمیا جانم
اسم روم و بزا پاتختی امیر سطلو بگیم اولش که الان نمیشه الان دیگه گوزیدی الان دیگه گفتم بهت اولش میخوای روم بزنی اون بالا باید تاپیکشو بزنی خانم آف ببخشید نیکس تایم نیکس تایم آره میگه با سریا باید روم میزنه ببین آخه شما وضعیت من برای کلاب هاست رو نمیدونید من یه دونه یه رول میپیچم چت میکنم بعد میام این تو بعد اصلا نمیفهمم چی شد ولی آتشت رو باز میکنم میبینی فقط من این دونه آره بعد یه او چشم رو با میکنم میبینم تو این استاگرام زدن امیر سطلو تو کلاب هاست پس دیگه اصلا به طور جدی توضیح نمیدم خدای جدی هم فقط خدایی نیستی نه من این سری اومدم بهتون توضیح میدم مرسی که من آوردیم آقا میخواییم همه دختر رو میخوایی چی کار خانوم من فقط دخترها رو دوست دارم دست خودم نیم من پسرها رو میبینم فکر میکنم اینا پسکتا عقب افتادن من باورم نمیشه دارم بچه سبا داریم من رو خیلی دوست داریم منم باورم نمیشه آقای اینجا ببین یه چیزی بهتون بگم راجع به دخترها و پسرها بله من من پسرها رو که میبینم میگم اه این چرا اینقدر کمرش کلفته این چرا ممه نداره این چیه ازش آویزونه این آشغال دومش چرا جلوشه دومش چرا وسط سوالات این مدلی تو ذهنم پیش میاد ولی دخترها رو که میبینم میگم اه این چقدر لطیفه وای چه مماهایی وای چقدر خوشگله چه کمر باریکی وای چه لبایی داره نمیدونم اخ چقدر قشنگه پسرها رو میبینم میگم این چقدر کیریه این چقدر زهره هیچی دیگه الان همون نسکی هم الان جماعت مردا به جرم کسپیسی من رو دستگیر میکنن وای حمله به خواننده کسپیس ایرانی فردا بی بی سی نشونت میده آره فردا یارو نزاد مرور میاد میگه امیره تطلو نه به خوشونت علیه مردان کسپیس به خودی زد ولی چرا خوبه الان پسرا همه پایینه ببین به نظر من یه بحثی دارم با شما خانوم های محترم دیدی یارو لاشیه میاد آره من میگم به نظر من همه پسرا باید بمیرن کسیشا آفرین امیر میدونی الان بعدش چیه اینکه همشون اون پایینا نمیتونن هیچ جوابی بدن دقیقاً ان شاء الله لال شید پسرا همه بجزنید ناموسن شما عقب افتاده اید آقایون دومتون چرا جلوتونه من دارم این چه وضعشه مگه پشت مگه تو صورت در میاد من نمیفهمم شما چرا ممه ندارید آقایون آقای تطلو جانم من این سوال بپرسم بفرمایید این موزیکی که من البته موزیکتون رو دارم فکر نکنم حالا کمتر آدمی دارن من باهات نه چی بود موزیکتون اینقدر تو داری یادته آره اتفاقا حفظم هل نشو نه مرجان از اولش یکم هیجانی بود بچه بزنش آره واقعا بذار الان نگاه میکنم بهتون میگم کلا چرا یه ها چنگی تو همینو میگه با گیتار زدی امیر بذار بره بگرده میاد بهمون بگه چیه باشه سلام امیر جان سلام عزیزم عزیزم سلام دوستت دارم عاشقتم و سلام و سلام ما عاشقتونیم و سلام خواهش میکنم کسی حرفی نداره دارم من حرفی دارم میشه یه تیک از آهنگ جدیدتون رو واسمون بخونید بابا یه دقیقه من اومدم خودتون رو ببینم شما همش استفاده ابزاری میخواین من بکنم بچه امیر حرفای دیگه دوست داره حوصله بابا همش منو به چشمه یه وسیله میبینید
منو به چشم یه سوراخ میبینید که ازش صدا در میاد. این درسته؟ خب خانوما شما که باید وسیله دیده شدن رو بفهمید، منم وسیله دیده میشم، همه فقط منو یه سوراخ میبینن که ازش صدا در میاد. چرا آقا من موزیک یادم اومد. بگو بیا. دیدی بازم اومد منو وسیله کرد. تو خدا بگو. موزیک قهر نکن. نه چرا نایمد بیرون؟ والا این موزیک من تو چنل توضیح دادم، این موزیک رو من قبلا مارکت خونده بودم برای مشتری اون موقعی که شعر و آهنگ میفروختم. بعد این اینا اومدن خودشون اون ماکتی که من بهشون داده بودم شاهد که اینا برن تمرین کنن و پخشش کردن دیگه. حالا بعد جالبش اینجاست، من هر مهمونی میرم میذارم هی پوز میدم، میگم آقای تتلینو فقط برای من فرستاد. عجب بابا آدم. بعد هرگزی نداره، هی هم میگم میفرستی واسه من، میگم نه ببخشید شرمنده نمیتونم بفرستم. بچه ها جماعت من تمام دوستا اینجا مسجد شده، بالا همه دختر زنونه مردونه جدا شده، پایین همه پسرن، بالا همه دخترن. این روم فقط ضرور است امروز. ما دیروز اومدیم در خدمت پسرا بودیم بیشتر، امروز اومدم فقط با دخترا میخوام حال کنم. راست میگه، یعنی من حق ندارم، من آدم نیستم. کردین سلطان، من دومم جلوم نیست. ناموسم مال همه، مال مال ما بیت المال. تو سه تا پا داری، اون دومی. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بچه ها این خانم سونیا چرا حرف نمیزنه؟ سونیا سلام امیر. بابا ما استرس گرفتیم، من اولین بار دارم با شما صحبت میکنم. تو این استا که کلی پیام میدیم جواب نمیدیم. خانم من خودم رو میگیرم راستش رو بخوای. یعنی عاشقتم. من دوست دارم همیشه دست نیافتنی باشم، به خاطر همین خودم رو میگیرم. کیمیا ناموسم بذارید من با سونیا. خیلی دوست داری. من از زمان مورتال کمبت فتیش که سونیا داشتم. سونیا جانم سلام. سلام سلام، چطوری؟ خوبم، سلام به همگی. تو خودت تنهایی انقدر زیبایی یا یه جماعت دکتر و مهندس و مربی و اینا کمک کردن انقدر زیبایی؟ ها؟ تنهایی، تک و تنها اینقدر زیبا. مرسی، لطف داری. پشمام ریخته، منم اینقدر قشنگی میخوام ناموسم. به قرآن من پدرم در اومد چون رو رفتم تتو زدم، دماغ رو تتو زدم، هنوز که هنوزه با یه عکس نمیتونم اینقدر نظر مردم رو جلب کنم. مرسی، لطف داری امیرجان. سالها زیر سوزم بودم، سالها زیر سوزن بودم، هیچ کی به ما نگاه جنسی نکرد، همه فقط نگاه آهنگی کردن به ما. آقای تتل اینجا نمیشه که نگاه جنسی بکنیم، اگه شما در وسط ما بودید حضوری اون وقت میفهمیدید که همه نگاه جنسی میکنید. حالا یه ذره به من تجاوز میکردن دخترها. آقای تا خواهش میکنم یه کمی هم منو برای سیکس میخواییم. چرا منو فقط برای آهنگ میخواییم؟ من پشمام ریخته. امیر چقدر دلم برای تنگ شده. اه چی؟ منم شهرزاد. شهرزاد کجایی؟ گم شد بینم. آقا این خواهر من این پایینه داره حسودی میکنه، میگه چه صداش آشنا بود. خواهر میتونید بیارید برادر؟ اسمشون چیه؟ من بیارم ایشون بالا. اسمش مریمه. کیمیا عشق آبا بسسته میره پایین. آخ آخ مواظب مریم باشه، این با خدا تریپ داره حامله میشه. یه شب رفت بیارم با سلطان. نه آقا یاشار اپا من ایچی من اومدم. آخ جون من اومدم. خوش اومدی. سلام سلام مریم، حال کردی؟ دمت گرم.
امیر میبینی خدای خواهرم ها؟ اون خواهره میگم دیدی من آورد چه خواهری دارم. وای بچه ها پریا رو ببینید. پریا تنها تو کوچه نریا. بچه های محل دوزن عشق امیر رو میدوزن. ناموسم با این وضع تنها تو کوچه نریا. اون دار نبودن منو گذاشتی اون پایین. آقای تتلو. بله. سلام. سلام. خوب هستین. ببخشید این سارا خانومو که گفتین دوستش دارین میشه بگین بزنه روی مایکش ببینیم سلیقتون چه جوریه چه شکلیه. کیو دوستش دارم؟ گفتین که از چهره سارا خوشتون اومده. نه گفتم من از زمان مورتال کمبت به اسم سونیا حساسیت داشتم. باورم نمیشه دارم با تون صحبت میکنم. دست و پامو گم کردم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. دست و پات احتمالا زیر مبله. نه رو تخت خوابیده بودم الان بلند شدم نشستم. تو همون رو نگاه کن اونجا جاید. مرسی که انقدر خوبین و انرژی میدین. قربون شما برم. مرسی که هستی. امیر از پایین ردیف سوم میرا رو نگاه کن. یک صدایی هم داره. چی رو ببینم؟ میرا. میرا. سلام. بله سلام. سلام. سلام میرا. خوبی عزیزم. چطوری؟ میرا هم امیر به هم ریخته است. به به به. به. حروف و وعدشتی کلک جا به جا کردی میگی میرا همون امیر دیگه عذیتمون. بله ما همه هنگیم با شما. خواهش میکنم. این عکس خودته میرا؟ آره بله. یا امام زیبایی یا خود خانوم آنجلینا جولی. یا خود امیر. خدایا منو بکن. خانندم هستید؟ نه خیر متاسفم. پس چرا گفتن بخونین شما؟ بچه لطف دارم صداش خیلی قشنگه. مرسی کلا صحبت کردن سکوت. آها صدای صحبت کردنشون زیبا. بله بله مرسی لطفی. بله اون که بسیار زیباست و بسیار لذت بردیم و چقدر واقعا چهرتون زیباست. ماشاءالله هزار ماشاءالله بشه. ایشالله سه تا مثل یزدان بمیره. خب یه تار مو از سر شما ایشالله آریانا دیگه امشب 100% بی بی سی نشونش میده. ببین ایشالله آریانا دیوس کرونا بگیره همین امشب با کرو با ویروس کرونا بره زیر تریلی. خب ولی میرا جون تو تب نکنی عزیزم. بعدی تو بشم برسم قربونت برم. من اینجور آدم هرمزاده آدم فروشی هستم. ببخش ایشالله امیر خان. سلام. سلام 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 سلام. یکی منو تحویل بگیره دو ساعت اون پایینه. خدا شاهده که من همه رو اومدم فقط تحویل بگیرم. به خدا من دوم ندارم. خواهش میکنم شما معلومه شما ماشاءالله تو عشقی مقیم عشق فداتم که. مریم جون سلام سلام. من باورم نمیشه اومدم بالا. ای سامان تو این خودم باورمون نمیشه. خوش اومدی. منم باورم نمیشه. امیر جان بچه ها پاتختیه همون زنونه نیست. این سنگ پای من کو. باشه اونایی که صحبت نیم فقط اونایی که میخواد صحبت کنن بزنن میکروفونشون کیمیا ببینه بعد به اسمشون رو بگه بعد صحبت کنن. من که هم همه نشه. خب بچه مایک بزنید. فریما. اه فریما رو منم دیدم. بله سلام. فریما. سلام خوبیم. بعد سه ساعت بچه فریما رو صحبت میکنه الان. فریما جان خوشیم منو. ماشاءالله هزار ماشاءالله به تو ای فریما. فریما نمیاو. امیر جان آبجیان شما رو خیلی دوست داشت. بعد انقدر آهنگاتون رو گوش میداد که منم حفظ شدم. بعد این علاقه ای که آبجیم داشت منم به شما پیدا کرد.
خدا رو شکر. بعد این که چند سالتونه؟ من 33-34 سال، ولی خب جوونم بابا، 18 حساب کن. ولی من از اول علاقه داشتم. کمکار امیر، خدا وکیلی من دستی خانم دکتر بودم، فقط به این رو بخور برام. امیر به شرط کارشناسیه. خدا شاهده من کمکار کردم، قبول دارم. من باید چیکار کنم توی این نستا جواب منو بدی؟ نستا بچه دست یزدانه، ببینه جواب بوده چشم. دیگه اینجا داری لایف صحبت میکنی؟ آره دیگه، اینجا داریم با هم فیس تو فیسیم گایز. امیدوارم شما رو خیلی داری طرفدارای قدیم. ما اینجا با هم فیس تو فیس این استا مریم جان، مایی که تو میبندیم چون بیرونی صدا خیلی بد میاد. بچه ها من میخوام با شیما نصیرزاده صحبت کنم. شیما سلام امیر، خوشگله. سلام عزیزم، تو چرا انقدر زیبایی؟ این عکس خودته؟ قربونت. آره ناموسن عکس خودته؟ آره دیگه. بسیار زیباست. من اگه کارگردان بودم پسندیدم، برای فیلم انتخاب میکردم. بچه ها یه چیزی میخوام بهتون بگم، من الان عکسها رو که میبینم واقعا دخترهای زیبایی هستن اینجا، که مثلا من اگه کارگردان بودم واقعا مثلا از این خانم، همین خانم شیما نصیرزاده حتما استفاده میکردم. اینا چرا اینقدر از این تاپاله ها استفاده میکنن؟ پشمام ریخته. همه مثل شما چشم بصیرت ندارن که. آخه واقعا دخترهای زیبایی داریم ما. مثلا تو اسپانیا، توی سریال های آلمانی، اسپانیایی، آمریکایی میان خوشگلترین دختراشون رو میذارن، بعد هم همه فکر میکنن آمریکایی ها خوشگلن، در صورتی که از آمریکایی ها کیریتر ما نداریم اصلا، چون نژادشون اصلا معلوم نیست مال کجاست، نسبش سیاهه، مثل این سگا که مثلا چهار تا نژاد قاطی کردن یا یارو تعادلش میریزه به هم. تو عمق قضیه یارو نگاه کنی اصلا عقب مونده است، ولی چون اینا میان از بین ورزشکاراشون با تریپاشون خوشگلاشون بازیگر انتخاب میکنن، همه فکر میکنن کل اینا خوشگلن. ایرانی ها میان کیری ترین آدم ها رو میذارن مجری و بازیگر و عرضم به حضور داستان، همه فکر میکنن خب ما ایرانی ها هممون ببخشید کیریم، ولی الان واقعا من میبینم که این دخترها واقعا زیبان، باید از اینا استفاده بشه برای فیلم. شیما من اگه فیلم بسازم تو بازی میکنی؟ شیما؟ آره چرا میشه منم ببری؟ تو خدا منم میخوام. من چی؟ من خب بدلوتی نمیشه، اصرار نکن من نمیام. الان در باید شکم سرا باشه. امیر جان دو تا ردیف پایین تر رو نگاه کن ببین چیزی چشمت نمیشه. خدای حرف من رو قبول ندارید؟ درست نگفتم؟ درست میگین سلطان، دقیقا درست میگین. ما اینجا حیف شدیم. حریصا سلام. الان همین شما خانومو اگه می آوردن تو فیلم ایرانی، نمی گفتن ایرانی ها چه خوشگلن؟ ولی واقعا ایرانی ها چه پسرش دخترش واقعا خوشگلن، قیافه خیلی خوبی دارن. آره خدایی ما پسرهای خوشگلن، من خیلی قیافه ایرانی داریم. الان دیروز تو اون رومی که داشتیم دو سه نفر اومدن واقعا خوشتیپ بودن، من پشمام ریخ. یکیشون بود دوست سعید گنجی بود، فایتر بود، چشای رنگی داشت، اصلا مادر براد پیتو گایده بود، ولی خب نیاوردنش اینو نشون بدن دیگه، میان چه میدونم نوید محمدزاده کوتوله نشون میدن. پکش مالو همه هم میان میگن وای نوید چه خوبه، باران کوسر. ولی خب داریم آدمای خیلی خوشتیپ‌تر مثل تو. نه حالا من کیر احمدتونم، اصلا راجع به خودم صحبت نمی‌کنم. تو دو بمونی. من دوم جلوتونم. من اصلا راجع به خودم صحبت نمی‌کنم. کلی راجع به من میگم یه سلامی به بچه‌های پایین بکنیم، یکم فخ بفروشیم. پسر پایین هوا چطوره؟ پایین پر دومه. بدیم بخونین پایین. بچه تو روم بچه استانبول هستن؟ پسرم بیارید که از منم. آره پسر نمیتونیم بیاریم،
پسر نیارین دیگه. آقا امیر سلام، حال شما؟ سلام علیکم قربان شما. پسر نیارین الان همه جب دخترم هست دیگه، دخترانه با هم دیگه با آقا امیر حال میکنیم. بله من دخترونه بالا یهو همشون میخوام با هم فقط حرف بزنن، خودشون دفاع کنن. آره بعد همشون رو دفاعی نداریم. من پسرا پسر آقا امیرم پسرات فکر کنم الان ماهایی که بالاییم بلاک میکنن. امیر باید بشه مسئول جمهوری اسلامی. نه الان خیلی هاشون دوست دارن دومشون رو بکنن ولی بیان بالا. بچه ها نوبتی صحبت کن که ما بکنیم حرف بزنیم. هیچ پسری حق نداره اینجا بیاد. پسر رو بلاک میکنه. امیر باید رئیس جمهور بشه. ببین پسر رو الان به من حمله نکنید. تو رو قرآن پسرها به من حمله نکنید. من الان اومدم اینجا چهار تا دختر دیدم جوگیر شدم دارم خایمالی میکنم. بفرمایید پسرای عزیز خواهش میکنم منو بفرمایید. قربون اون تتوات بشم من که اینقدر از حقوق ما دفاع میکنه توی روم. قربون شما برم، قربون شما برم. آقا امیر من میتونم یه حرفی بزنم؟ بفرمایید. ببین دو تا از این دوست پسرهای لاشی من از بس آهنگای شما رو من گوش میدادم از سن 15-16 سالگی با من کار کردن. دیانا من تو رو میشناسم. آره من شما رو سلام دیانا چطوری؟ سلام تو اینستاگرام خیلی دیدم. خوبی عزیزم؟ آره مرسی کیمیا جان. آقا امین من عاشقتونم یعنی. خیلی چاکرم عزیزم. به خدا. من دیدم تو اینستاگرام خیلی باحالی. چی داشتی میگفتی حالا؟ هممون عاشقتیم. قربونتون برم. قربونتون برم من الهی. من همتون رو دوست دارم. کیمیا مخصوصا، آنیتا، آقا امیر که دیگه نفرمایید. اینقدر دوستش دارم که نگو. قربونت برم عزیزم. ما هم همون تو رو دوست داریم. عزیزم منم عاشقتم. بچه ها لو باتری شدیم. چرا؟ چرا که به خاطر اینکه نداریم شارژر. امیر نرو سمیه. بچه ها من میخوام یه اعترافی بکنم الان. یا خدا بگو. من یه مهمونی دارم که خیلی دوستش دارم، بعد این الان داره میاد، بعد من الان باید برم خایمالی. نه به خاطر همیشه به خاطر این تو اگه بریم ما میریم سرای روم. من میرم با این که اگه برم جام خالیه. ما رو تنها نذار، ما رو دور انداز. ما باید میای عاشقتیم. خدا شاهده ما به درد نخور نیستیم. دین اومدی نخور زود برو بابا به درد نخور. گفتم اگه اوکی بود امشب بیایم یا نه با دوستم. امشب چی میام؟ بله امشب شب خطرناکیه. کی میاد؟ خب پس یه شب دیگه میاد. چرا متوجه نیستی؟ مهمون داریم؟ مهمون داریم. چه مهمانی؟ خیلی هم عالی. اسمشو کیه؟ امیره داره میاد. همون بعد امیره؟ آره همون دوستم که تاجیکیه. آها خیلی هم دوستتون داره. خیلی باحال خوده ای. خیلی خوشم میاد ازش. آره خیلی دختر باحالیه. بهتر از شما نباشه. خدا کنه تو ترافیک. دختر خوبیه. خب خوش بگذره. خدا رو شکر. عشق امیر. ایشالله خوش بگذره. امیر حسودی ها. خب ایشالله خوش خب ایشالله حرومتون بشه. ایشالله که بهت خوش بگذره. خوش بگذره سلطان بهتون. شما بهتون خوش بگذره. ایشالله دومت کم بشه. بالاخره ایشالله دومت ببره. نه بابا ما که خیلی ازتون دوریم. اصلا حسودی نمی کنیم بهتون. خانوم ها من یک واقعیت دیگه ایرم میخوام به شما بگم. بله. این خانوم کلا سه روز بیشتر مهمان ما نیستن در استانبول. خدا رو شکر. آره کلا مثلا جای کشور دیگه ای زندگی میکنن. سلطان که امیر جما با آهنگات زندگی کرد. زندگی واقعا به خدا منم واقعا زندگی کردم با آهنگاتون. منم تو قم با آهنگاتون زندگی کردم. من هر وقت پادکست برام آهنگای امیر رو گوش میدی آهنگ هیچ خواننده ای رو نمیتونی دیگه گوش بدی.
آره خدایی بابا تو رو قرآن اقام من خجالت زده نکنید پسر من شما یه دونه خدا خجالت کشیدم من خجالت قدیما خجالت میکشیدم قرمز میشدم آقا امین صورتم رنگ دیگه قرمز من یه سوال دارم فقط خجالت میکشم آقا امین من یه سوال داشتم بفرما عزیزم شما خودتون کدوم یکی از موزیکاتون رو بیشتر از همه دوست دارین من ناموسن احترام وای واقعا آخه میدونی موزیک احترام واقعا یه موزیکیه که من سالها بعد میتونم راجبش صحبت کنم چون اصلا موزیک الان و امروز و اینا نیست من یه سری تصویرهایی از آیندم دیدم که اومدم مستندش موزیک احترام ساختم یعنی موزیک یه موزیک مستند از آینده است منتها از الان نیست و خودم تا حالا همچین حسی رو نداشتم یه چیز جالب دیده بودم از این یارو به چیزه چی بود اسمش استیف چیشی هافکینگ کیه یه وری بود آره همون اون این یه اومده بود یه مهمونی گرفته بود کارت دعوتش نمیدونم مال دیروز بود یا مال فردا بود یه همچین چیزی برید حالا من خوندم چون چت بودم اون موقعی که خوندم یادم نمیاد درست ولی لب مطلب و میفهمم که چیه این اومده بود یه مهمونی گرفته بود نمیدونم تاریخش گذشته بود یا تاریخش نه تاریخش گذشته بود که آدمهای آینده بعدن بیان مهمونیش گرفتی چی شد؟ حالا اینو اگه برید راجبه این قضیه که توی اینترنت و اینا هم خیلی راجبش نوشته شده بخونید که ببینید منظورش چی بود از این کار و داستانش چیه یه مهمونی گرفته که تاریخش مال گذشته است که آدم های آینده بیان یا بالعکس این موزیک احترام هم میخوام بگم موزیک احترام هم دقیقا یه همچین چیزیه یه مهمونیه که من در گذشته گرفتم یعنی گذشته یعنی که یعنی همون چند ماه پیش که موزیک احترام اومد بیرون که قرار آدم ها در آینده بیان بهش متوجه هستین؟ به خاطر این یه موزیک اصلا هشت‌بعدیه به نظرم یه ذره چت بکنید گوشش بدید میفهمید که عجب موزیکیه این موزیک احترام واقعا موزیک خفنیه واقعا اصلا موزیک بد نداریم آره واقعا امین واقعا خوش به حال اونایی که میتونن حرف بزنن خب حرف آقای امین منتظرم بیام بالا الان زبونم بند اومده هیچی نمیتونم بگم واقعا امیر جون آره دقیقا من همینجوری نمیتونم یه پایان مثبت که کلاب هاوس داشته همین بوده واقعا آقای امیر بله هیچی من فقط خواستم بهتون سلام کنم سلام عزیزم سلام خیلی خوشحالم که با تون صحبت کردم قربونت دارم منم همینطور به من جان به من هر جون شدم که بهت اینو بگم من هر روز رو تردمیل فقط به عشق آهنگای تو یه ساعت نانستاپ رو تردمیل فقط کاردیو میرم فقط بهش آهنگای تو ببین حالا دکتر شد انگیزه ای که به من میده اینه که میوزیکاتو گوش کنم و فقط نانستاپ برم جلو دمت گرم حالا یه بار موزیک بزنم نفت در بیاد و رو تردمیل بذار با تمپو آهنگ بدو ببین چی کار میکنه باهات خودش میدونتت آهنگ بزنم رفت در بیاد مرسی عزیزم حتما خیلی انرژی میده ستازیانم خیلی خوبه واسه دویدن به نظر من ببین همه موزیکا خوبه واسه دویدن فوق‌العاده است مرسی عزیزم مرسی از لطفت مرسی خانم به منم بگو عزیزم آقا امیر سر موزیک قهرم هم چت بودی؟ چی؟ سر موزیک قهرم هم چت بودین؟ من با هات قهرم وای من عاشق آهنگم این چه سوالیه آقا من همیشه چتم آقا این تطلب آقا امیر جانم من هر وقت شما موزیکی توی سبک من باز قهرم شما کلن میدید بیرون کات میکنم یعنی همش دیگه نانستاپ و موزیک رو گوش میدم
خوب کاری میکنی. وای دقیقا گیر میکنی موسیقی. آدم اصلا باید هی کات کنین هی نیو نیو. یکی از بزرگترین آرزوها هم اینه که بیام کنسرتتون واقعا. بزرگترین آرزومه. کنسرت پارسال واقعا عالی بود. آقا امیر منم میخوام شما یه اعترافی بکنم. من از زمانی که کنسرت گرجستان شما اومدم اصلا یه آدم دیگه ای شدم. یعنی چی؟ برامون بازش کنید. چرا؟ چی کارشون میکنید اونجا؟ نه کاریمو نکردم. اتفاقا ما کنسرت خانواده من با پدرم و مادرم بودم. خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم. مثلا چی خانم شکوفه؟ میشه لطفا بگید؟ توی رفتار حتی احترام به پدر مادر شما با وجودی که فحش به مادرتون دادین ولی یاد دادین که احترام بذاریم. آه متوجهم. خیلی ممنون. امیر جون. آقا امیر. آقا امیر. جانم. توی دایرکت همه دارم به هم فحش میدم. میگن چرا اینقدر خایمالی میکنی؟ من خایمالی نمی کنم. حقیقت رو دارم میگم بچه ها. امیر جان به ما یاد خوب بزنن از اون زمانی بذارید اونا که نمیتونن حرف بزنن اون پایین همچین حرفایی به ما بزنن. آره منتظر. دقیقا الان دایرکت من شده پر فوش. هیچ کس به من روزانه دایرکت نمیداد. اب نداره بذار فوش بده من روزنامه تون پایین. خب برو بده خواهی مالی میدونم اینجوری بابا حقیقت دارم میگم. خب متاسفانه دیانا جون همینجوری ما توی سیستم خودمونم همین جوریه. من تا میام یکی از بچه‌ها تعریف کنم همه میام میگن خای مالی فلانی بیساری. تا میام با یکی انتقاد میکنیم همه میگن حسودی کسکشی مادر جنده‌ای. تا میایم عرضم به حضورت تایید میکنیم حرفای مسلمونا رو میگیم آقا اینا هم مسلمون هم میگه خای مالی تو اطلاعاتی. تا میایم با بیجابا میگردیم اشغال میکنیم میگن تو لاشی تو مریضی تو مریض جنسی. این مادر جنده ها رو به هیچ ثراتی نمیشه مستقیم یعنی آرزو بابا منو ببین این مدل آدم ها تو همه شرایطی فوش میدن. یه بک بزنید به زندگی من کلا. من همیشه آهنگای آیتتل رو گوش میدادم یا اینکه میخوندم باش استوری میکردم چون واقعا درد جامعه رو میگفت. واقعا حرف ما جوونا رو میزد. بعد این الان تعریف کنم دلیل بر خایمالی نیست. من اونقدر فیری اونقدر بازم که اگر استانبول بودم اگه آقا امیر میگفت همین الان تشریف بیار من میخوام بکنمت من سریع تشریف میبردم. حیف که آنتالیا هم. بابا دمت گرم دیانا جون. دیانا بودن خوده. دیانا خیلی لاتی گنگش رو پر کرده. آره خیلی دیانا دیانا عشقم چطوری؟ من ندیدم با این جای عزیزم. امیر جان میشه بعدن یه آهنگی بخونی بعدها بدی بیرون که توش در رابطه با دکترا و پزشکا و کادر درمانم یه ورسی داشته باشه ما دلم خوش بشه. مرسی. بله چشم امیر جان. نه آقا آهنگ احساسی بخون مثل من با آقا یه لحظه بزن. اونم میخونم چشم. میشه وقتی مهمونت سه روز دیگه رفت من دوباره از نزدیک ببینمت؟ شما متوجه نشدم کی بودی؟ شهرزادم. شهرزاد. آه شهرزاد تویی؟ آره دلم برای تنگ شده. آره عزیزم میبینیم هم دیگر رو حتما. امیر آقا جانم ای بابا نکای یک ذره یه موزیکی بخونی برامون. های منم میخواستم بگم یه ورس نمیشه بخونی. آره من باید قهرمو بخون بچه ها. یه دقیقه استفاده ابزاری نکنی. یه دقیقه به من اجازه میدید. این خانوم الناز الناز اچ ام الناز اچ ام اینم شانس ما یه تا گفتم الناز اچ ام ریموف شد. میخواییم بیارمشون بیارم دیگه ریموف شد دیگه. حتما قسمت این بود شما بخونی برام. عکس خودش نبود. اینم شانس ما یه بابا ما اگه شانس داشتیم که دوم در نمی آوردیم. ولی ما خیلی شانس داریم که الان اینجاییم. چی بخونم؟ من با هاش قهرم دل من هم دیگه با این همه دختراش تو نمی شدی.
چی بخونم؟ من باهات قهرم. تازیانه لطفا. میشه من باهات قهرم هر دیجو. بچه ها همه با هم صحبت نکنید. سفرهای علمی، سفرهای علمی. در واقع. سفرهای علمی. هر کدوم که خودتون دوست داریم بخونم. دوست داری بخون. موندل بخونم. امیر من بازشو بخونم. هر چی که رو مودشی رو بخون. هر چی که حسش تو مغز بخون. آخه نمیذارید از خواهم من بخونم. تازیانه بخون. بچه انرژیشو نگیرین دیگه. امیر. بله. میگم نخون اصلا. چرا؟ نه. صدام خوبه. نه باید بخون. بخون دیگه. ما یه ایرانیم. نه باید بخون. صدات استفاده کنیم. دل من حواتو کرده دو. بچه ها ساکت اجازه بدید. ناموسن بذارید من بخونم. من تا کیمیا عزیزم خب مایکاشونو ببندید. نه نخون تو رو خدا. من مایکاشونو بذارید بخونه دیگه. کیمیا جون بپرس. چرا هیچ گیره میپرسه ایچی بخون امیر جان بخون بخون مایکاشون رو بستیم که شما بخونی هستم ای شما چه قدرت هایی دارید مایک همه رو میتونید ببندید آره دیگه من بستم که شما بخونید چجوری به منم یاد میدی ببندم اون بالا سه تا نقطه هست بالا بغل پروفایل من زده اودیو هم چی اون بزنین روی نایز الان ببین مثلا من مایکم بازم الان من بستم من کنار عکسم یه دونه مایک میاد اونو میتونی بزنی ببندی مایک منو داداش من بازم نفهمیدم چی شد بلش کن کی میاد اون مایک منو ببند اصلا شما بخونید نه منظورم اینه که مایک ها رو تو ببند باش من میبندم وای بخون چی بخونم میگم جوونیم من با هزیانه من با هزیانه من به من هم خوده یه این کنم وایی که همه رو ببندم منم میبندم شما چرا فقط چی بخونمش رو متوجه میشید میگم جوونیم رفته سیدام رفته دیگه در رفته میشید آخه هم جوونی هم صدا داری نرفته دیگه باور نمی کنی جان بچه ها امیر دیوا تنها پسریه که من آوردمش اینجا از پشت پرده داره گیتار میزنه یه وقت فکر نکنید من اینقدر غیرتم بیارمش دوروم اینجا یه پرده کشیدم از پشت پرده داره گیتار میزنه اینجا پاتختی امیر دادو صدای جمهوری اسلامی میشه من یه چیزی بگم با من این نمیگی بخون بخونی بالاخره بخونم یا یه چیزی بگید بخون عزیزم آقا امیر بخونین لطفا میخونم چی بخونم بغلم من باهات قهرم من باهات قهرم تو بزا برو منو کار من باهات قهرم باشه بغلم کن مرسی امیر ما به زور ما کشون رو میبنیم تو دور میپرسی چی بخونم بغلم کن که من از همه خستم توی این دود و دم غم کشم از تو نفس من بغلم کن همین جوری که هستم بغلم کن که شکستم بغلم کن که من از دنیا بریدم عشق و آرامش و باور کن با تو دیدم فکر نکن به کسی عمرن جا تو میدم بغلم کن که تو نیستی ناامیدم بغل تو میده به من است قشنگا بغل تو عطر تن تو بغل تو میده به من است قشنگا
بغل تو، عطر تن تو. خوبه؟ عالی عالی. مرسی. بچه ها اجازه میدید من برم؟ نه سلطان مهمون دارن. من اجازه میدم. میشه قبل اینکه بری یه سوال بپرسم؟ بپرس آخرین سوال رو بپرس عزیزم من برم. آهنگ دیدی رو کی میدی بیرون؟ دیدی آهنگ دیدی آهنگ سوم از آلبوم فرشته، بعد این یه آهنگ میاد بیرون، بعدش دیدی احتمال دو هفته دیگه. آها مرسی قربون شما. کی میاد؟ مرسی از آنیتا جون، مرسی از شما که دوستتون دارم. خوشگل زیبا، امیدوارم که موفق باشید. خدا 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 خدا.